این علوم بایستی ریشه در مبانی درست و حسابی داشته باشه. یه وقت است که شما عالمی از دانشگاه میفرسین به جامعه که فقط درک مهندسی داره، یعنی مثلا اقتصاددونه ولی درک مهندسی داره، فقط با عدد و رقم فقط بلده کار کنه، تو علوم اجتماعی نرفته. الان ما فراوان برخورد میکنیم با این نوع تخصصا که مبانی اصلی اقتصادی اجتماعی رو به کار نمیگیرن و لطمه میزنه دیگه. بیشتر الگو رو از جوامع خیلی پیشرفته گرفتن اینا، یعنی خیال میکنن اگه مثلا در آمریکا در فلان دانشگاه، البته ندارن واقعا چنین چیزی، من خودم تصور میکنم یه شخصی اقتصاد بیخونه این یه ماشین کار میکنه فکرش، نه این یه ماشین کار نمیکنه. اونا اساتید بزرگواری دارن که جامع نگاه میکنن، جامعیت در قضاوت متخصصین خیلی مهمه که رشته خودشون، حوزه خودشون رو به خوبی بلد باشن ولی راهی هم باز بذارن برای مسائل دیگری که با همون علوم ارتباط پیدا میکنه ولی به طور غیر مستقیم. یکی از تخصصم آینده پژوهیه دیگه. فراخوان دادیم که بیان آینده پژوهی در یه زمینه در مورد ایران انجام بدن. اساتید اومدن، زحمت کشیدن، پیشنهاد دادن، چون باید پیشنهادشون میدادن که من ببینم با چه متدی میرن. میدم تمام متد مکانیکیه، یعنی 500 نفر آدم مخاطب قرار میدیم ازشون سوال میکنیم. این در آینده پژوهی هست ها، منتها در یه مرحلهش این کار صورت میگیره، نه در همش. میپرسیم آیا بهتر از مثلا مثال، این مثال مال خودم، روی صنعت کار کنیم یا روی کشاورزی؟ خب این سوال دو تاست دیگه، دو متغیره. از 500 نفر بپرسیم اگه تعداد بیشتری گفتن صنعت، ما صنعت رو انتخاب میکنیم. اگه تعداد بیشتری گفتن کشاورزی، ما کشاورزی اولویت میدیم. خب این غلطه دیگه. صنعت شدن، کشاورزی پیشرفت کردن مبانی داره. مبانیشو باید ببینی. چرا صنعتی نشدیم؟ چرا کشاورزیمون عقب مونده است؟ اینو خیلی جدی تو این حوزه نمیگیرن. نمیگم همه حوزه ها اینجوریه. تو این حوزه راههای مکانیکی یاد گرفتن. یا راههای، من اسمش رو زدم مهندسی. مهندس خیلی محترمه. خیلی محترمه. هیچ کشوری بدون مهندس عمرش نمیگذره. ولی در امور اقتصادی اجتماعی لزوماً کارساز نیست. روش های مهندسی. ولی ما مهندس هم داریم که از یه دانشمند اجتماعی هم بهتر و بیشتر فکر میکنه.